الرحمن الرحیم خود داشت یاد قطع تازه به تشکیر درشار و با تشکیر از کتاب خانه نگاه شخص تحلیلی عرایزم رو به اختصار میشه شما مطرح میکنم فکر میکنم این ها مهمترین نکاتی که در ارتباط با جنبش تب به سخنان ذکر به دو نقطه مطرح میشن نقطه اول جنبش تب ماهیت ضد اقتصادی و دموکراتیک داره نظام اقتصادی در ایران استقلال و دینی بودن خودش رو تو امتیاز میدونه نظام میکوشد مخاطبان رو به کوشش برای نفی استقلال و بیدینی متهم کنه مبارزه با دیکتاتورهای به ظاهر مستقل به مناطق از مبارزه با دیکتاتورهای وابسته دشوارتر است رسانه‌های بین‌المللی و قدرت‌های خارجی در مقاطعی همانند زمان ما مانع سرکوب معترضان هستند مقایسه نمونه‌های تونس و مصر با نمونه لیبی مدعی به سندی برای موسی به گفته میرزای نایتیسی خطرناکترین و استبداد است و ما در زمان حاضر با هر دو پدیده مواجه هستیم بنابراین کار ما به عنوان همه جنبش سبز دوشتر از کار دیگر معترضان منطقه خاورمیانه است جنبش سبز نقش استبداد حاکمیت ملی تعامل فعال با جهان نقش انضباط‌طلبی ماجراجویی اولویت منافع ملی و مسئله اجازتری چیز رجالت نمایندگان کاشتنار مستخلت دنبال می کنند به توفا عموم تکمونت که از ساشت که باشه فرده می شن و اتفاده بیشتر به رحمه اکاس رو نوشتم و مرور می جنبش سخت به تنوع آرا و شیوه های زندگی باور کن جنبش سخت منکر هر گونه قیومت و برتری طلب یک دینی و جنسی تکثر البته مانع فعالیت و اکراد حقوقیت متمایز دارا این اما مختلف ایرانی، زنان و مردان، طبقات مختلف اجتماعی در این جنبش اعتراضی حضور دارند. رواداری و مدارا لازمه و تدبیرش تکثر است. وقتی گفتگوی درون جنبش، چه بین جنبش و حکومت برای استیفای حکومت و دسترسی مردم باز است. از جامعه کار بکنید حتی دستاران خیلی بکنن این نامور این نسانتی همه بخشهای از این جامعه هستند مخالفان و منتقدان از حقوق و امکانات مساوی با همراهان رو میشه بس برخوردار خواهند بود که به دلیل سوء استفاده که رژیم جمهوری اسلامی میباید بهش تاکید ساعت کرد سومین نقطه عرایز من عنوانش هست اسلام بهمنی اسلام بهمنی باور بسیار از همراهان دوست دارد معتقدان اسلام رحمی به دنبال استقرار حکومت اسلامی تحمیل شریعت به مردم نیستند استقلال نهادهای دینی از دولت در کنار استقرار در کنار دولت یا نظام از نهادهای دینی و تضمین دو محور مشخص ضوابط اسلام رحمانی رو در عهد عمومی رقم میزنه ضابطه اول نقش برقوم امتیاز و حقوق ویژه برای دینداران فقها و روحانیون
هر گونه، نقش هر گونه امتیاز در حقوق بشه. ثابتی تو پروفرم، وضع و لغو و تحقیق قانون کلن در دست نمایندگان منتخب مردم است. هیچ فردی، نهادی، حق ویتوی مصوبات مردم رو به عنوان قانون ندارد. این دو نقطه که ذکر شد، یعنی استقلال نهادهای دینی از دولت و استقلال دولت از نهادهای دینی، به نظر من یکی از معیارهای اصلی اسلام رحمانی در زمان ما. ما نمیخواهیم دین و مذهب خاصی را به لحاظ حقوقی به کرسی بنشانیم. این حال نمیخواهیم کسی را از عمل باورهای دینی و اعتقادیش باز داریم. با تضمین حقوق پایه برای کلیه شهر بدون هیچ استثنایی گرایش‌های مختلف دین باور و دین ناباور با تشکیل احزاب سیاسی با هم به رقابت منصفانه و دموکراتیک می‌پردازند. هند، ترکیه و اندونزی الگوهای عملی بدش خریدند. من متأسفم در دهه سوم حیات جمهوری اسلامی ذکر بکنم که گذشته این رژیم هیچ رغبتی برای ادامه راهش برای پیروان اسلام رحمانی ایجاد نمی کند. تمام باید به دنبال الگوهای دیگری در کشورهای منطقه بگردید که مستقلترین این رژیم ها رو، این تشکیل ها رو من معرفی کردم. دو تا باید ستارا مسلمان هستند، ترکیه و اندونزی. و نکته آخر این قسمت، اسلام رحمانی منحصر به حوزه خصوصی نیست. اسلام سیاسی دموکراتیک امری ممکن است. به عبارت دیگر اسلام سیاسی منحصر در اسلام استبدادی یا فاشیستی حاضر در ایران نمی شود. البته تمام این کارهایی که به شرط و دست دارد همین مختص به روز مطالب در این قسمت دفاع میکنم. نکته چهارم که ارتباط بیشتری با مسائل روز داره به عنوانش گذاشتم مکتوبات و مقبورات. رادیکالیزه کردن جنبش خدمت داخل نیست. از موفقیت 25 بهمن تا حروب نشدیم، تحت مطالبات را ندانسته بالا نبریم. نفس جنبش در داخل کشور بزند. فضای مجازی آینه واقع نمای جنبش نیست. اگر کسی در اساس فضای مجازی میخواهد برای ایران لباسی بدوزد، بعید است این لباس متناسب با قامت ایران نراید. مکتوبات جنبش فراوان است، مقبولاتش محدود. استراتژی پیشنهادی ما مقاومت های حداکثری و مطالبات محدود و حداقلی. اگر مطالبه ای را ما یه عمل پوشان دیدیم، ما مطالبه بعدی را مطرح کنیم. انبار کردن مطالبات متعدد جز ایجاد یه نقص ناامیدی اثری نخواهد داشت. راهی جز مرحله بندی مطالبات ما نداره. همه مطالبات را نمیتوان یک جا مطرح کرد و جامعه عمل شد. متاسفانه هنوز به مرحله گذار از اون قانون اساسی هم نرسیده ایم که دوست داشته باشیم که نداشته باشیم. هر کسی هم آن را دوست ندارد، آیا با حد الگیتگری تراب دارد؟ مطالبات ما اصلاحات ساختاری به دنبال دیگه درود کردن یک شد استیم قدرتش را نیز نداریم. آن گونه سخن بگوییم که تناسبی مقدرات ملت ایران داشته باشد، نه ذهنیات خودمان. ما در این مرحله در اجرای اصول معطله قانون اساسی تکیه داریم.
به نظر من دراحت دموکراسی که از همون قانون اساسی هم موجود، چون این دراحتی را با اقتدار افکار عمومی به حاکمیت تحمیل می کنیم. اگر جامعه مدنی مقتدری داشته باشید این هم مؤثر خواهد بود. اضافه کنم اگر قدرت پیدا کنیم لحظه‌ای در اصلاح این قانون و لغو اصول دموکراسی که آن تأثیر نخواهیم کرد. اما قضاوت کنیم، قضاوت کنیم الان چنین توانی را داریم؟ در تفکر مطلوب ما مقام ما جامل غیر پاسخگوی بدون از نظارت نهادنه آن هم با قدرت مطلقه جایی ندارد. این صفات از تاریخ دیکتاتوری و خود کامل اقتصاد به عقل سلیم از نشان اعتبار دارد. ما قرار است در نون اساسی به نفع ملت هست را مطالبه کنیم و در آنها پافشاری کنیم و مقامات غیر پاسخگو را به اقتدار افکار عمومی پاسخگو کنیم. نکته پنجم، جمهوری اسلامی رژیمی فاسد است. چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ اداری. مرادم به لحاظ اخلاقی دروغگویی، نقض مبادین مسلم عقلی و دینی و اخلاقی است. پابند بودن به قراردادهای ملی از طریق قانون اساسی، کنوانسیونهایی که پذیرفته است، اعلامیه جهان جهانی حقوق بشر به لحاظ اداری عدد و رقم ارائه کنم. ایران در زمره فاسدترین رژیم های جهان در اساس آمار سازمان بین المللی شفافیت در سال 2009 است. از میان 180 کشور مقام 180 کشور دنیا را دارد، یعنی تنها 8 کشور با تحیل جدول فاسد دارد در زمره فاسدترین کشورهای جهان. کشور بیش از 55% جمعیتش در اساس آمار رسمی زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند. چه شاید اون کارگر با خانواده ها و خانواده‌هاشان از دید 5% مهمترین افراد که فقر زندگی می‌کنند و فاقد امنیت شغلی هستند. حالا در مقابل چنین واقعیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دور از هر گونه نظارتی در خلاف وضعیت قانونیش فعالیت های یک رمکار سپاه 51% سهام مخابرات را به ارزش 8 میلیارد دلار میخرد. 110 کلیه فاقد نظارت واقعه نظارت کشور سپاه است. سامره درآمد ما هنوز متشنج است و سهم صادرات غیر نفتی کمتر از 20 میلیارد دلار در حال در همین زمان تا 340 و تاکنون 350 میلیارد دلار است. پولهای فراوان گم شده است. 11.7 میلیارد دلار هنوز در دو سال اخیر از عوائد فروش نفت و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی وارد نشده است. یک قلم معاون رئیس جمهور 1200 میلیارد تومان اختلاس جمهور به همه و کسی جرأت حاضر کردن او را در دادگاه صالح ندارد. عدم پاسخگویی، عدم نظارت، عدم کارشناسی، عدم شفافیت یعنی خساب به صادف حق ملازم استبدادند. هم مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی نظارت در دولت عمل کرده، آن هم بعد از انحلال سازمان برنامه و بودجه به یک مجلس دست نشانده. از آن سو مجلس خبرگان هم هیچ نظارتی بر نهادهای قدرتمند تحت امر رهبری ندارد، نهادهایی که توان مالیشان هم‌آور به دولت هست. حالا در چنین نظامی که هیچ کدام از دولت و نهادهای درین اقتصادیش تحت نظارت نیستند،
اما می توان گفت رهبر چنین نظام از دنیا فاسدی پاکست و ظاهر است. جنبش و بازی های رژیم در داخل و خارج، اختلاف افکنی، شبه آفرینی نسبت به رهبران دربند و رسانه هایشان و دامن زدن به خشونت گفتاری ترفندهای حکومت در قبال معترضان است. به هوش باشید، من شهادت می دهم میرحسین موسوی و مهدی کروبی به بهترین وجه تا کنون جنبش را هدایت کردند. سایت های آنها به ویژه سایت کلمه صداقت سایت کلمه مورد اعتماد ماست. شورای هماهنگی راه تقومی مورد اعتماد میرحسین موسوی و مهدی کرزی هستند. هر گونه شکرآفرینی در مورد این شخصیت ها و نهادهای منصور آنها بیشتر آب به آب دولت رژیم ریختن است. جنبش حرکتی درازمدت، تدریجی و گام به گام است. صبور باشید و به دنبال چیدن میوه های نارس نباشید. جنبش سبز بر اساس سنت الهی میماند، به امید خدا میپاید، چرا که در راستای دفاع حقوق مردم است. قرآن وعده داده است و اما مایل که الله خیام تو فخله است. آنچه به سود مردم است در زمین میماند. جنبش سبز به دنبال دفاع حقوق مردم است، بنابراین میماند. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم.